سلام. همونطوری که میدونید ایتالیا مانند ایران یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشریه که اماکن باستانی و تاریخی زیادی رو در خودش جا داده و هر سال میزبان میلیون‌ها گردشگر خارجیه. اما با این وجود ایتالیایی‌ها برای جذب هرچه بیشتر توریست‌ها علاوه بر حفظ و مرمت مداوم بناهای تاریخی کشورشون با زیرکی خاص و مدیریت بهینه عمل می‌کنن. برای مثال بهره برداری از اسطوره‌ها و افسانه‌های قدیمی در معرفی بناهای تاریخیشون شوق به اصطلاح گردشگران خارجی علاقمند به دیدار از این کشور رو دوچندان کرده. امروز میخوام دو نمونه از این ابتکار عملهای ایتالیایی رو به شما نشون بدم. با من همراه باشین. یکی از این ابتکارها برای جلب توریست به روزنه مربوط میشه که بر روی در باقی واقع در یکی از بلندی‌های شهرم به شکلی تعبیه شده که میشه طرف دیگه شهر رو دید. هر روز گردشگران کنجکاو زیادی در پشت این روزنه بناهای تاریخی اون طرف شهر رو نظاره میکنن. این آقا هم که میبینید یک توریست اسپانیاییه. از این روزنه کوچک میشه اون طرف شهر رو دید. گنبد کلیسای سان پیترو واتیکان به راحتی از این روزنه قابل دیدنه. اما شاید جالبترین نمونه از مدیریت زیرکانه ایتالیایی ها برای جذب توریست به افسانه دهانه حقیقت مربوط بشه. یعنی حفره در داخل دایره سنگی 175 سانتیمتری به شکل صورت انسان که بر اساس یکی از افسانه های قدیمی روم دستان افراد دروغگو رو میبلعه. گردشگران خارجی برای دیدن این دهان حقیقت حداقل یک ساعت باید در صف انتظار بکشند. بسیاری از گردشگران با نگرانی و کنجکاوی برای چند ثانیه دست خودشون در داخل دهان این به اصطلاح دستگاه دروغ سنج باستانی میکنند. من به هیچ وجه دستمو در دهان حقیقت نمیذارم، چون نمیخوام یه دستم از دست بدم. من فرانسویم و سالهاست که در روم زندگی میکنم. با وجود که تقریبا هر روز از برابر دهان حقیقت عبور میکنم، ولی اگر راستشو بخواین هیچگاه حداقل تا به امروز جرئت نکردم دستمو تو دهن این صورت سنگی بذارم. ماجرای دهان حقیقت نمونه از باورهای خرافی رایج در ایتالیاست که البته ایتالیاها آن را به منبع درآمد تبدیل کردند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.